بینندگان عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از سری برنامه‌های آرویو که برنامه نسبتاً جدیدی هست در خدمت دوست و همکار بسیار عزیز خانم دکتر فوجان زین که در خدمتشون هستیم در برنامه آرویو از تلویزیون عصر امروز عصرامروز1.com. برنامه ها رو میتونید دنبال بکنید و این چندمین برنامه هست. هنوز به هر حال پله‌های اولیه برنامه رو داریم پیش می‌گیریم. امیدوار هستیم که همچنان از برنامه‌ها استقبال بکنید. اگر نظریاتی هم دارید خوشحال میشیم بشنوید. با سلام به شما عزیزان، خوشحالیم که دوباره در کنارتون هستیم و من اصلا خوشحالم که فقط با سوزی عزیز هستم. این یک ساعتی که در کنار هم دیگه هستیم، با هم دیگه خوش میگذرونیم و امیدواریم که در کنار شما هم خوش بگذرونیم، در حالی که داریم در راجع به مسائل بسیار بسیار مهم گفتمانی داریم. بله، همینطوری که خانم دکتر زینی اشاره کردن، ما معمولاً برنامه آرویومون رو با یه مقداری صحبت در مورد مسائل داغی که خبرهای روز بهش میپردازن، حالا اگر که در مورد خانم‌ها هم باشه که چه بهتر، چون فوکوس و تمرکز برنامه آرویو همین هست، در هر صورت بهش میپردازیم کوتاه و بعد از مهمانی که دعوت کردیم هفتگی دعوت میکنیم که به ما ملحق بشن در داخل استودیو، که مهمان این هفته ما هم خانم دکتر فریده کیومهر دادستان هستن که با نام ایشون مطمئنن آشنایی دارید. ایشون یکی از خانمهای فعالی هستن که در رابطه با مسائل ضد خشونت، مبارزه با خشونت و برای اینی که صلح رو در جهان به هر حال دنبالش باشن، به خصوص برای بچه ها و خانم ها، She's a true activist, human rights, women's, children. دعوت کردیم در برنامه باشن که در چند دقیقه آینده به ما ملحق خواهند شد. و چقدر زیباست که اولا یک زن ایرانی، یک بانوی ایرانی این قدم رو داره برمی‌داره و کاری انجام میده برای این مسئله که بسیار بسیار مهمه و دیگه فقط یک قسمت‌های به خصوصی رو در بر نمی‌گیره. یه زمانی بودش که خانم خاتمی فقط این بودش که ماها یه گروهی هن که فقط اخلاقشون بد و وایلنت هم، یه محله‌های به خصوصی هن که بهتره تو محله‌ها نرین چون اونجاست که گرفتاری پیش میاد، ولی اگر که تو محله خودتون باشین و گیت دیریا باشین و این مسائل هیچ وقت پیش نمیاد. در حالی که می‌بینیم دنیا اونطوری نیست، شما هر جایی که الان باشید در هر قسمت دنیا ممکن این اتفاق بیفته و چقدر مهمه که راجعش صحبت بشه. همینطوره، اشاره داریم به پیرو صحبت‌های خانم دکتر زین که در آغاز برنامه امروز باید یک سری حتما بزنیم به خبرهایی که الان مرتبا از دیروز داریم متاسفانه میشنویم در رابطه با این برنامه که در فرودگاه ترکیه رخ داد و این سه نفری که به خودشون بمب بسته بودن و رفتن در فرودگاه و با تاکسی هم به مقصد رسیدن و رفتن اونجا و چه واقعا کشت و کشتاری راه انداختن، چندین نفر کشته شدن، چندین نفر مجروح شدن و اصلا تعداد یک نفرم زیاده. بنابراین این اکت و عملی که انجام شده واقعا من نمیدونم که یکی از فرودگاه‌های در ضمن بسیار شلوغ دنیا هست. تو خبرها میخوندم که 11 فرودگاه شلوغ دنیا هست و متاسفانه چند تا از ایرانی‌ها هم جزء تعدادی بودن که مجروح و زخمی و یه نفرم گویا کشته شدن. یکی از مواردی که داشتن صبح صحبت میکردن و روانشناس هم صحبت میکردن به این بودش که چه اتفاقی میافته وقتی که یک نفری خودش حاضر بمیره و این سویساید وست جلیقه ها انقدر آسون شده که اینها درست بشه. هر کسی میتونه بره توی اینترنت و دقیقا چک بکنه که چجوری اینو درست بکنه، به خودش ببنده و هر جا بره و در نتیجه کسی که حاضره خودش رو بکشه به هر دلیلی که حاضره، به خاطر اینه که یک ایده به خصوصی رو داره، به خاطر اینه که مدعوا شده با یه نفر و عصبانیه و میخواد دنیا دیگه وجود نداشته باشه، ممکنه یک مسئله آنی باشه یا یک مسئله زمان طولانی باشه که اون شخص داره بالا پایین میره، متاسفانه دسترسی به این مسئله اینی که شما بتونی نه تنها خود، چون خودکشی که همیشه ریتش آمارش بالا بود، ولی اینی که حالا من بتونم که نه تنها خودم رو دارم میکشم، دسترسی به این داشته باشم که چطور گروه دیگری رو هم با خودم بکشم، مسئله خیلی خیلی بدی شده. یعنی این نیستش که فقط وایلنس نسبت به بقیه دنیا، اونجایی که منم حاضرم خودم هم بمیرم چجوری قراره که استاپ بشه، چجوری قراره که این مسئله رو نگه دارم. اتفاقا چون این اریای اکسپرتیز شما به من یک روانشناس هست و منم افتخار اینو دارم در خدمتتون باشم، خیلی دوست داشتم که در یکی از برنامه‌های آینده، حالا امروز به خاطر مهمانمون نمیتونم خیلی وارد این بحث بشم، ولی خیلی برای من
جالب هست به عنوان کسی که اینجا در کنار شما نشسته داره صحبت در این مورد میکنه و مطمئناً خیلی های دیگه چون روزانه داریم میشنویم دیگه از هفتگی و ماهیانه گذشته این اتفاقایی که میفته، خیلی دلم میخواد یه مقداری بیشتر بهش یه موقعی که فرصت بهتری داریم بهش بپردازید، این موضوع رو باز بکنیم که اصلا ببینیم این چرایی از کجا و چطور میتونن مادر پدرها بچه‌هاشون رو بتونن بفهمن که اگر دارن به این راه ها میرن آیا اصلا راهی هست که جلوشو بگیریم یا it would be too late. در هر صورت انشالله در آینده از شما خواهش میکنم که به این مهم بپردازید. و اما مطالب دیگری هم حائز اهمیت در خبرها هستن که باز هم در رابطه با مهمانمون صحبت امروزمون گان کنترل هست که یه مقداری الان دولت آمریکا دارن به هر حال میبرنش به کانگرس که اینو جلوش رو بگیرن، اجازه بدن که مردم لااقل اگر میرن اسلحه بخرن، نه اینکه خریدش قدغن بشه بلکه یه مقداری کنترل بیشتر بشه که دیگه به هر کسی اجازه ندن که اسلحه بخره و هر آدمی سن کم، آدمایی که از جهت روانی این شرایطو ندارن نتونن دسترسی داشته باشن. اب مسئله که پیش اومده بودیم که میگفتن کسانی هستن که توی لیستی هستن که اصلا نمیتونن بلنشن برن توی هواپیما، اونجا در جلوشون رو میگیرن که نو فلای زون، ولی همین اش خواست این تجربه رو داشتن که میتونستن برن بگیرن و قانونی حتی اینها رو دریافت بکنن، اسلحه ها رو. و بعد قسمت بعدش اینه که حتی وقتی که یک مدل به خصوصیش رو قانونی دریافت میکنن میتونن باز برن توی اینترنت و بیشتر بزرگترش بکنن و سعی بکنن که اتوماتیک ماشین گان داشته باشن. یکی از چیزایی رو که جالب هست اینه که صحبتیه که خود اسلحه کسی رو نمیکشه، انسانه که انسان رو میکشه. بله مثلا اون که گلان رفته توی سویساید بامرا با اسلحه این کار رو نکرده، انسانه که داره این کار انجام میده. ولی خب تو همون راستام نگاه میکنین که وقتی که موقعیت هایی به وجود میاریم که هر انسانی با هر نیتی خیلی راحت تر میتونه دسترسی پیدا بکنه به اون انواع به خصوصی که میتونه بیشتر آزار برسونه، بیشتر دمیج برسونه، خب انسانی نیست. یعنی اگه ما داریم میگیم مواد مخدر استفاده نکنین، قانونیش میکنیم، حتی پراستیتوشن رو غیر قانونی میکنن. یعنی خیلی چیزهایی هست در دنیا که ممالک هنوز غیر قانونی، تو همین مملکت هنوز پراستیتوشن غیر قانونیه، مواد مخدر غیر قانونیه، ابورشن تا همین سقط جنین، سقط جنین غیر قانونیه، ولی شما ماشینگان داشته باشین و هر کی هر کارتون بخواد بکنه با هر کسی دیگه ای غیر قانونی هست. اینا یک مقدار به نظر میادش که تو یک روال و به خاطر نگاه نمی کنن به اینه که واقعا هارم و دیزاستر و خرابکاری داره کجا اتفاق میفته، بیشتر جنبه استفاده از بیزنسش داره دقت میشه. 100%. به هر حال خبر دیگری که بهش اشاره کردم مسئله سقط جنین هست که الان سوپریم کورت قبول کردن که این مسئله سقط جنین بتونه اتفاق بیفته. البته تبصره‌های بسیاری داره، هنوز هم اونطوری نیستش که هر کسی خودش تصمیم بگیره بتونه بر این کار رو به راحتی انجام بده، باید یه مقداری از جهت مدیکلی و دلایل خاص خودتون رو داشته باشین، دکترتون 100%. ولی بالاخره به این مهم باور پیدا کردن که یک زنی اگر به دلایل طبی، فیزیکی، هر دلایلی که برای خودش میتونه داشته باشه بخواد سقط جنین بکنه، مثل سابق نباشه، اونم به خاطر مشکلاتی که کرییت شد به خاطر اون مسائل، جاهای غیر قانونی، کلینیکایی که اصلا کارشون این نیست و خیلی اتفاقای ناجور و بعدی که برای اون پیشنت یا اون زن حامله میافتاد در گذشته. یکی از مواردی که صحبت میکردن و میدیدم به بهبود رفته اونه که درخواست این بودش که کلینیک ها خودشون رو و فضایی که دارن، شرایطی که دارن رو اگر که میخوان سقط جنین انجام بدن باید یک مقدار شبیه تر باشن به بیمارستان ها. به خاطر همین مجبور میکنه اون کلینیک ها رو که یه مقدار رسیدگی بکنن به شرایطی رو که به وجود میارن. این خوبیش بود. بعدیش اینه که خب به خاطر اینکه بتونن اون کار رو بکنن قاعدتا باید مقدار قیمت رو بالا ببرن و خیلی مسائل دیگر رو به وجود بیارن و اینجا فکر میکنم که تفاوتی بودش که تا یه چند قدمی جلو رفته، ولی بعد از اون اینه که چجوری میتونن نظر کسانی که واقعا نمیتونستن کمک بگیرن چجوری میتونن کمک بگیرن. ولی خب از اونجا هم NGO وجود داره، نان پروفیت اورگانایزیشن ها وجود داره به این که کمک میکنن. مثلا پلنت پرنتهود یکی از اون گروه های بودن که با مقدار خیلی کم، بودجه خیلی کم، یک نوجوانی که با
واقعا نمیخواست بچهش رو نگه داره و به صلاحش نبود رو میتونست بهش کمک بکنه. هنوز اون گروه ها هستن. خب مرسی خانم دکتر زین. دوستان عزیز اگه موافق باشید بریم چند تا آگهی رو از نظرتون بگذرونیم، بعد برمیگردیم با مهمانی که این هفته دعوت کردیم. لطف کردن دعوت برنامه آرویو رو پذیرفتن، خانم دکتر فریده کیومهر دادستان که به ما تا دقایق دیگر ملحق خواهند شد. با ما باشید. سوزی و سم در کولدوال بانکر، نماینده خرید و فروش هر گونه املاک مسکونی و تجاری در جنوب کالیفرنیا. همکنون من سوزی خاتمی و سم شارب عنوان ریلتور می توانیم در خرید و فروش خانه های مسکونی و تجاری در خدمت شما باشیم. From our family to yours, let us help you sell or buy your dream home. شماره تماس 310-499-8420. کتاب رمان ما به نویسندگی مهناز عطارها و دکتر فوجان زینی. ما آینه ای از زندگی من و تو. ما باز تعریفی است از خشونت، عشق و احترام. ما نوری است به زوایای پنهان و ناگفته رابطه. ما عبور از تاریکی و تنهایی است به روشنایی و جمع. And parents and educators about the hazards of toy guns and violent video games is coming to Orange County. Joining us with more on the 16th annual Anti-Violence Day and much, much more, we welcome Dr. Farideh Kioumehr. We're glad to have you with us. Glad to be here. Yeah, okay. Talk a little bit about, first of all, you are responsible in part for the Anti-Violence Campaign of Peace, Peace Day. Okay, you've been, this has been going on for, this is a 16th annual. For 16th. For folks who may not be aware of it, talk a little bit about what it is. Okay, Peace Day is an event which, as you mentioned, is going to be 16th annual in William Mason Park for Iranian community, which is Sizdabedar, which more than 30,000 people would gather for a celebration that we have 13 mm-hmm. days after the Nowruz. And we have chosen that day for Iranian community to the kids bring in their toy gun and turn in their toy gun, toy weapon, violence video game, anything which teach them violence, and give it to us. And instead, they create with these pieces a piece of art with peaceful messages, anti-violence message. Mm-hmm. And instead, because we wanted to appreciate what they do for, you know, the kids do, we give them a T-shirt and the certificate. They both have anti-violence, anti-gun messages, peaceful messages. So everything we do give the kids also are educational. So you say it's for the Iranian community, but it's open to anyone. This is open to anyone, especially this year. I'm glad you mentioned it because the Easter is going to be happen to be the same day, April 4th, this Sunday, next Sunday. So everybody is welcome. And I encourage parents, grandparents to talk to their kids and ask them to kindly bring their toy gun after education. Right. And they bring it to us and we do the same thing and mm-hmm. we teach them that. If they don't have toy gun and toy weapon and violence video game or last 16 years they give it to us, mm-hmm. we also encourage them to come in our, you know, booth and bring their, you know, anything. They can draw or write something against violence mm-hmm. or something peaceful. We also give them a certificate. What else is going to be taking place other than taking in the toy guns? In Sizdabedar, in that event, yeah. people would come in, they would have fun. We try to get rid of our sorrows or our anger, whatever we have. That day is very famous for Iranians to be peaceful, and that's why I'm hoping to have this day as International Peace Day recognized in UN. Mm, with hope the UN. So soon, I hope. You were also telling me earlier that you received a peace award. Peace Award, yes. What is that? Because what we do, this Anti-Violence Day or Peace Day that we are talking about is just a small, you know, portion or component of our bigger campaign we have, is Anti-Violence Campaign. Mm-hmm. And that is very big. I cannot really mention it in a few minutes we have right. here. But the reason we chose that is
I'll tell you about the Peace Award anyway. Because violence is a disease. We look at it as a disease. And it is deadly social epidemic disease. And if we don't prevent it now, it's going to ruin our society tomorrow. Mm-hmm. And we also believe in the U.S., because of all this, you know, availability of guns in this country, and violence in general, especially gun violence, I can give a few statistics quickly. Like, we have at least over 100,000 people, you know, get shot by gun every year in this country. More than 30,000 people die by a gun. Every 3 hours, one kid under 19 would be killed by a gun. And we can go on and on. Right. Like in the Vietnam War, it was like 8 years, it was 58,000 soldiers killed. Whereas, you know, in every 2 years now, as I said, 30,000 people died by the gun. Right. Every 2 years, we would have the same amount of, you know, number of people being mm-hmm. killed. For that matter, and then we believing that the kids have been desensitized. We all have been desensitized. Violence is everywhere. But we have been desensitized, and we believe this is part of life, and especially kids with the violence in media, with, you know, because of having possession of video games, which is, you know, violence, whatever, they have been desensitized. We're trying to sensitize them back again. We're trying to rewire them. And hopefully, because of that, and mm-hmm. because they find out that we teach the kids from the young age, that's why they realize that as a basic, important, you know, problem, solving the problem of violence. So gave us the Peace Award. And they gave you the Peace Award. Congratulations on that. Thank you very Thank you much. So much for heading up this event. Folks, you can get more information at IHERC.org. Peace Day is coming up on April the 4th. Thank you, Dr. خب ما با هم دیگه تعارف می‌کنیم که کدوم از ما برنامه رو شروع بکنیم در حال ویلکام بک ذوق زده ایم که دکتر با کنار ما هستن که نمی‌دونیم کدوممون شروع کنیم exactly we got so excited در حال خوش آمدید به ادامه برنامه آر ویو از تلویزیون عصر امروز one.com برنامه ها رو می‌بینید بعد از اتمام برنامه هم در فیسبوک در یوتیوب برنامه ها رو می‌تونید دنبال بکنید و هم اکنون خانم دکتر فریده کیومهر دادستان سه همسر نازنینشون هست یک بار میگیم در خدمت خودشون حضور خودشون ولی از این به بعد دیگه فقط میگیم خانم دکتر کیومهر برای مزیقی بودن در وقت خوب هستین؟ خیلی خوب هستم اجازه بدین که من درود بفرستم به هم شما خانم دکتر زینی و سوزی عزیز و همه شنوندگان و بینندگان عزیز شما عادت داریم بیشتر تو رادیو باشیم در حال مرسی شبه روز خوبی دارن همه امیدواریم دور از خشونت و وایلنس 100% خانم دکتر کیومهر رو قبلا در گفتگوهایی که من باهاشون در رادیو در تلویزیون دیگر عزیزان همکاران من در رادیو دارن مطمئنن با کارهاشون آشنایی دارید ایشون چند سال الان خانم دکتر کیومهر 21 سال نزدیک 22 سال خب یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به این سازمان غیر انتفاعی که نامش چون طولانیه من نوشتم که اشتباه نگم International Health and Epidemiology Research Center که شورتش برای اینکه رو وبسایت بخواید ببینید IHERC.org همه اینفورمیشن کارهایی که این سازمان غیر انتفاعی در 22 سال گذشته انجام میده تمام ایونت ها برنامه هایی که میرن روش هست اینکلودینگ یه برنامه هم اگه برید نگاه بکنید امروز هست که بله. شما قرار بود برین ولی لطف کردین سر قولتون موندین اومدین پله ما بله واقعا نمیخواستم زیر قولم بزنم خب بگین از این برنامه بعد شروع میکنیم میریم بکوردز که ببینیم چه خبر هست از این چیزی که الان امروز داره اتفاق میفته بله امروز در این ساعتی که ما در خدمت شما هستیم در شهر جلوی شهرداری لس آنجلس چندین نماینده از کالیفرنیا از کنگره امریکا شرکت دارن و سازمان‌های طرفدار صلح و طرفدار کنترل اسلحه اونجا اینا رو سازماندهی دادن که از ساعتی که بعد از ظهر امروز هست تا نمیدونم تا چه مدتی یک کنفرانس مطبوعاتی به علاوه رالی که امیدوارم کسی که الان اگه صدای ما رو میشنون و نزدیک هستن چون میدونم خیلی از ایرانی ها در شهرداری لس آنجلس کار میکنن اگر میشه فقط برن پایین و روی این پله ها و سپورت خودشون و حمایت خودشون نشون بدن و بگیم که ایرانی ها هم به این مسئله اعتقاد دارن و میخوان که یک جهان و یک کشور سالم و دور از خشونت داشته باشه ممنونتون میشم اگر این کارو بکنید در ضمن اگر بخوام میتونن که ببخشید وسط حرفتون اگر میشه به فیسبوک ما میتونن همون IHERC.org اگه برین و بزنین تو فیسبوک میتونین برین تمام
بیلایی که الان وجود داره، طرحایی که به مجلس داره میره و میتونن با یک فقط یک تلفن کوتاه بگن که ساپورت بکنین این برنامه رو، خیلی باز این کمک میشه تا فردا وقت دارن برای این جریان. خانم دکتر، شما 20 چند ساله که خیلی دقیق در این مسئله دارین تحقیق میکنین. یکی از سوالایی که برای من پیش میاد همیشه اینه که وقتی نگاه میکنیم به قسمت‌های مختلف زمانی، میبینیم که مثلا خشونت یک جایی بوده که در خانواده‌ها خیلی بیشتر بوده. حالا آمارش به هر صورت به خاطر قوانینی که گذاشته شده روی چایلد ابیوس و دانشی که داده شده ممکنه که تا حدی کمتر شده باشه، یا اینی که مثلا گنگ بایلنس یک دفعه اوج پیدا کرد یا شروع کردن روش نگاه کردن، بعد اون رو چون نگاه کردن بهش یه مقدار باز نمیتونم بگم کمتر شده ولی یک حساری در کنارش اومده. و بعد میبینیم هی مدل وایلنس از آل اوور، همه جا هست، مثل اینکه قسمتی از به هر صورت فضای انسان اون وایلنس رو داره به وجود میاد، کاربردش و طریقی که خودش رو هی نشون میده داره زیادتر میشه. و بعد همونجور که داشتیم صحبت میکردیم، چون تکنولوژی داره کمک میکنه، حالا فیسبوک و اونا هست، بعد تکنولوژی اسلحه ها داره کمک میکنه، تکنولوژی که داغون داره میکنه، مسائل داره زیادتر میشه، خب ابعاد این مسئله هم داره زیادتر میشه. تجربه شما این روند خشونت و وایلنس رو حالا در امریکا و بعد در کنار دنیا چجوری میبینید؟ ببینید، حرف شما کاملا درست و قابل درک است. در این حال میخوام برگردیم بریم به اول هستوری که اتفاقا چون شما رشتتون هم سایکولوژی هست و خیلی بهتر از من میدونین. خشونت یک مسئله اکتسابی هست. من فکر نمی کنم که هیچ بچه‌ای به دنیا بخواد بیاد یا از شکر مادرش، نمیگم حالا اسلحه دستش باشه، ولی خشن باشه. این محیط ماست که باعث میشه که ما خوب به طرف خشونت بریم یا به طرف صلح و زیبایی و عشق بریم. و من همیشه تو برنامه هام این حرف رو، حتی وقتی شما میدونین که از برنامه هایی که ما اینه که به مدارس میریم، در مدارس پریزنتیشن و گرده همایی هایی داریم که اولین صحبت ما با پدر مادرها و معلمین هست. چون وقتی در برنامه خودمون وقتی ما راجع به تفنگ و به خصوص حتی تفنگ اسباب بازی میگیم، به بچه ها درس خشونت میده. ما یکی از صحبت هامونی که میگیم اسلحه برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. من برای همین صحبتی که شما میکنی رفتم ببینم که تو یک ابزاری هست که ما به بچه ها میدیم به عنوانی که بازی کنن و فان داشته باشن، در این حال ما داریم بهشون تشویق خشونت میکنیم. این به عنوان یه مثال کوچیک دارم میگم، چون خود اسلحه اسباب بازی به نظر خیلی ها به من میگن خب ما خودمون داشتیم اتفاقی نیفتاد، ولی واقعا این درست نیست. یکی از صحبت‌هایی که ما پدر مادران می‌کنیم این هست که شما از بچگی اگر عشق، تخم عشق و محبت در دل بچه‌هاتون بکارین، و بعد نه اینکه فقط بکارین و مثل هر گیاه دیگه ای نمی‌تونین بکارین و ولشون کنین، ولی مرتب اونو با عشق خودتون، با محبت خودتون و با یادآوری باز تدریس به بچه‌هاتون، تعلیم بچه‌هاتون، آبیاریش بکنین، این بچه‌ها که بزرگ میشن وقتی بشن رهبران این جهان، مسلماً ما اینقدر خشونتی که الان داریم نخواهیم داشت. من میخوام جواب سوال شما اینو بگم که چون این مسئله خشونت یک مسئله اکتسابی هست، بسته به مرحله اول به خانواده است. هسته اولیه اجتماع که خانواده هست، اگر ما بتونیم از بچگی اینو شروع بکنیم، بعد البته میره در مدارس، منتها خودمون بزرگترها همین یاد بگیریم. چون اگر بزرگترها هنوز خشن باشن، حتی به بچه بگن تو خشن نباش، ولی خودشون خشن باشن، چه انتظاری دارین که بچه‌ها یه وقت سلجو در بیان؟ بنابراین به عنوان مثال دیگه که میگین چرا تغییر میکنه، ما الان در کالیفرنیا یکی از بهترین قوانین کنترل اسلحه رو داریم، یکی از شاید نمبر 1 هستیم در امریکا. شما میدونین که ما در روز، در هر روز حدود 91-92 نفر جون خودشون رو با اسلحه از دست میدن در امریکا، یعنی هر 15 دقیقه یک نفر. این آمار یک مقدار فرق میکنه. من یک آماری دارم که در مورد کالیفرنیا از سالی که ما شروع کردیم 1994 بود تا به الان 56% 56.6% ریت گان وایلنس در کالیفرنیا کمتر شده. حالا نگیم که خیلی هنوزم خوبیم، هنوز خیلی خیلی بدیم، یعنی هنوز ما تعداد 6000 نفر در کالیفرنیا در سال کشته میشن، ولی بهتر هستیم نسبت به آمارای
خب من یه سوالی اینترجکشن هیر. چطوری که یعنی چه قوانینی رو کجای قوانین رو تغییراتی دادن که تونسته این ریت به اینجا برسه؟ یه مقدارش به نظر من نمیگم فقط از سازمان خودمون بگم، سازمان هایی که میرن در مورد با بچه ها کار میکنن، چون این ریشه ای هست، میگم یک کاری نیست که شما بتونید برید مثلا در مورد ما که از با اسلحه مبارزه میکنیم. بارها اتفاق افتاده که یک برنامه های گوشن به اسم گان بای بک، حتما شنیدیم. بله. گان بای بک یعنی این که ما به شما $100 میدیم، تفنگتون رو به ما بدین. بعد این مسئله بود که با من صحبت کردن، حتی در روزنامه نوشتن و من بهشون گفتم من با این کارتون اصلا موافقتی ندارم و دلیلش هم اینه که شما اینو پولو میدین، طرف که علاقمند به اسلحه هست بعد هیچ ادویکیشنی بهش داده نشده، هیچ آموزشی ندیده، میره یک اسلحه دیگه میخره. همین اتفاق افتاد، 2-3 سال طول کشید اینا عوض کردن، گفتن حالا چیکار کنیم. من گفتم والا به نظر من خیلی ساده است، شما مثلا یه واوچر رف بدین، یه مغازه گروسری شاپ مواد غذایی بدین، بله بدین که نتونم برم با اون پولیسی بخرم. و این اتفاق افتاد. بنابراین یه مقدار اون هست، یه مقدار دیگه هم توی بهتون گفتم قوانین بسیار خوبی که در واقع هیچی در مقابل قوانینی که باید انجام بشه و به اجرا در بیاد یا حتی به ووت گذاشته بشه، به رأی گذاشته بشه، ما در امریکا خیلی کم داریم. یک مثالی بزنم، این برنامه که ما امروز داریم انجام میشه، دو تا از این لاها رو بهتون میگم که ببینید چقدر ساده است و متاسفانه به خصوص ریپابلیکن ها، جمهوری خواه ها جلوشو میگیرن و به خاطر اینکه اینا همشون با NRA National Rifle Association سپورت میشن، یعنی انتخاب میشن که بشن نماینده کنگره و یا سنا، و چون اونها انتخابشون کردن و اونها بهشون پول به اصطلاح کمپینشون رو دادن، اینا هستن که جلوی این کارا رو میگیرن. مثالش اینه که امروز یکی از رأیایی که میخواستم بگیرم و نشده هنوز اینه که بک‌گراند چک رو، که یعنی ببینن که کریمینال و سابقه جنایی کسی، فارسی من ببخشید، سابقه جنایی اگر کسی داره نتونه اسلحه بخره. خب این خیلی طبیعیه، من نمیدونم کسانی که همون NRA و حتی کسانی که طرفدار داشتن اسلحه هستن با این مسئله موافقت نکنند که بک‌گراند چک بشن. حالا تو این بک‌گراند چک یه ضعف‌هایی هست و یکی از ضعف‌ها اینه که طرف میتونه بره از طریق اینترنت خیلی ساده بدون بک‌گراند چک و یا بره تو گان شو بدون بک‌گراند چک اسلحه رو بخره. این قانونی که ما الان داریم روش بحث میکنیم که نمیدونم شما اطلاع دارین یا نه، که یک عده از سناتورها فیلیباستر 15 ساعت در سنا تقلا کردن، کوشش کردن، بعد از اونا انجام نشد. این کار به این سادگی، بعد از اون جریان که باز حتما اطلاع دارین که 15 ساعت کانگرسمن ها نشستن و بیشترشون دموکرات هستن، به قول معروف سیت این داشتیم که باز با اونم به جای نرسید و برای همین امروز این گروه جدید کنگره کالیفرنیا امریکا این برنامه رو گذاشتن که باز بگن این مسئله به این سادگی به رأی گذاشته، حتی به رأی، حالا رأی ممکنه بگن نه ولی حتی به رأی گذاشته نشده به این سادگی. یا میگن فکر کنین بچه ها یک چیزی هست به اسم تریگر لاک که میتونن اسلحه رو قفل کنن که بچه ای که خیلی از خونه ها وقتی من میگم شما نمیدونید 310 میلیون اسلحه در دست مردم در امریکا هست، 310 میلیون و این عددی که میگم عددی هستش که register gun دست سیویلین، من در راجع به ملیتری صحبت میکنم، غیر قانونی ها تازه و ما همین تقریبا این تعداد ما جمعیت امریکا هست، غیر قانونی ها نه فقط قانونی ها. فقط قانونی هایی که تازه اگه قبلا داشتن register نشده این هم درستش نیست. 310 میلیون اسلحه هست و تو خونه های خیلی از آدم ها بچه هایی بچه که دارم، بچه هایی چند ساله که من خودم یک ریسرچ خیلی خوبی داریم الان در دست فرستادیم به American Public Association که انشالله اگه قبول بشه، راجع بچه های زیر 6 سال و اینهایی که با اسلحه دسترسی به اسلحه در خونه داشتن و اسلحه رو پیدا کردن و یا خودشون مورد اصابت یا کسی دیگر رو مورد اصابت یا خواهر برادرشون یا مادر پدرشون فل. و اینها ما تو این 2013 تا 2015 379 نفر بچه زیر 6 سال پیدا کرد. به همین دلیل این قوانین کوچیکی هم بگیم تریگر لاک داشته باشه که این لاکی باشه که بچه وقتی اسلحه پدر مادرش رو که زیر بالش میذارن توی کمد میذارن
وقتی پیدا میکنن نتونه ماشه رو بکشه. بچه دو ساله داریم که ماشه رو کشیده خودش. و اینکه اکثر آدمایی هم که فرزند توی خانه و خانواده هستن و اینا رو تو خونه نگه میدارن به منزله حمایت از خودشون و پروتکشن از خودشونه. در نتیجه طرف نمیاد تمام ماشه رو در بیاره، همه کارا رو بکنه، یه جایی بذاره که هیچ کس پیدا نمیکنه. همونطور که فهمودین بغل دست تختش داره میذاره. دقیقاً. یعنی همه چیش حاضر و آماده است برای اینکه اگه یک دزدی کسی وارد خونه شد مثلا از خودش حمایت کنه و همون به همون ترتیب هم بالاخره بچه میره سراغش. و دو تا سری مندم، یکی اینه که میره سراغش به خاطر اینه که خب کیوریوس و بازی میخواد بکنه باهاش، و بعد از اون خیلی موقع هم تا مثلا هر مسئله‌ای که به انسان بگی نکن، دست نزن، اونجا نرو، بیشتر دلش میخواد چون میبینه چیه و میدونه که تو بزرگی داری دست میزنی، پس چرا به من میگی نه، تو چرا داری، پس چرا به من میگی نه. پس در نتیجه باز بیشتر براش این حالت پیش میاد که وقتی مادر پدرش نیستن علاقمندتر میشه. دقیقاً علاقمند میشه، بلند شو بره پیدا کنه. و بعد حالا حتی اونایی که دارن کمک میکنن و بچه‌هاشون فرضاً که قسمت شاتگان و برای شکار برن، بعد تازه اینو میبینم که بچه‌ها و نوجوانان انقدر خوشحال میشن از این مسئله شکار که تازه حالا اگر اسلحه کوچیک نداشته باشن دارن آماده میکنن خودشون رو برای که رایفل های مختلفی بخرن، چون حالا با خانوادهشون دارن میرن برای شکار. برای همین صحبتی که شما میکنین یه مقدارش هم برمیگرده به تفنگ های اسباب بازی که ما روش داریم کار میکنیم. حالا چون شما گفتین خاطرم اومد که NRA همون کاری که ما داریم میکنیم شروع کرده، همون تشویقی که شما میگین تو مدارس دارن میرن و به عنوان گان سیفتی اینو دارن در بچه ها عشق رو به وجود میارن. وقتی شما بچه حق داره که یه اصلا دست بزنی، یعنی بیشتری تشویق میکنیم که حالا میتونی بری بگیری. و بعد از به نظر من کار ما استفاده دارن میکنن و اونم اینه که از بچهای کوچیکتر الان گفتن باید گان هایی بسازیم که برای بچهای زیر 14 سال خوب باشه. گان واقعی، گان اسباب بازی نیست. و استفاده کردن با یک ویدیو گیم سازنده های ویدیو گیم صحبت کردن و بعضی از این تفنگا که دلشون میخواد بیشتر جوونا مورد توجهشون قرار بگیره دارن میذارن توی، یعنی بهشون پول میدن، بله میذارن که اینا بذارن که اینا حالا علاقمند بشن. وحشتناکه. ما حالا وقت این صحبتی میکنیم که از بچه‌ها یاد بدیم که تفنگ اسباب بازی هم حتی دست نزنن، میخوام اینا رو سنسیتایز، ما هممون دیسنسیتایز شدیم. پیروی صحبت خانم دکتر کیومر الان به این خواستم موضوع اشاره بکنم که شما وقتی که من یادم میاد مثلا سالی یک بار که حداقل من شاهدش بودم روزای 13 به در برای بچهای ایرانی که جمع میشدن، یکی از تشویقای خانم دکتر کیومر و سازمان کارشون که نان پروفیت اورگانایزیشن هست غیر انتفاعی این بود که بچه‌ها رو تشویق کنن که اسباب بازیای اگر به مدل تفنگ و گان و اینا هست بیارن، به جاش اسباب بازی‌های خوب، تیشرت‌های قشنگ، آرت ورک قشنگ، کارهای هنری، نقاشی اینا تحویل بگیرن که اینجوری بچه‌ها به این شکل تشویق بشن. حالا ببینین دو تا کاری که چقدر میتونه متضاد باشه. این همه زحمتی که شما دارین از این سو می‌کشین در مقابلش NRA که میاد یه همچین کاری رو که اصلا الان که بر من تعریف کردین، یعنی من همجور دارم به خودم فکر میکنم، یعنی اینا آیا خودشون افرادی که جز این گروه و سازمان NRA هستن آیا بچه ندارن؟ یعنی چرا بچه ندارن؟ What are you thinking؟ نه، چیزی که فکر میکنن مسئله قدرت و ثروت. سوزی جان در امریکا و NRA به خاطر اینکه با گروه های سازنده کارخانجات اسلحه سازی در واقع یکی هستن و به هم دیگه خب نون قرض میدن دیگه، اینا اونا رو سپورت میکنن و NRA واقعا یک سخنگویی شده واسه یک کارخانه های اسلحه سازی که اونا زندگیشون، تمام درآمدشون، تمام قدرتشون با اونها هست، از این را میگذره. اونا به هیچ وجه، حتی بچه خودشونم من میدونم کسایی که علاقه من بودن به جزء گان همون NRA بودن، بچه هاشون کشته شدن، روز بعد اومدن صحبت کردن در میدیا که این یه چیز استثنایی بود، تصادفی بود، ما هنوز به گان اعتقاد داریم. من خودم اینا رو میدونم. میرن بابا بچه ها، برای بچه 5 سالش اون دفعه گفتم بهتون، برای بچه 5 ساله تفنگ واقعی میخرن. یه تفنگ هایی هست به اسم میگن My First Rifle که میتونن برای بچه های 5 سالشون بخرن که این واقعا کشنده است و کشت. برای بچه 5 ساله میگیرن، روز تولدش خواهر 3 ساله خودشو میزنه میکشه.
خب این جوابش چیه؟ من نمیفهمم. وقت هنوزم در اوکی که این کار انجام بشه. شما از جهت سایکولوژی چجوری موضوع من تو این صحبتی که داشتم میکردم ببین پروداکت ریپلیسمنتی که داشتین میگفتین این مسئله سر سیگار من یادمه بود، سر مشروب بود، سر همین الان میروانا به خاطر اینکه دارن میارنش که آزادش بکنن هست و سر نوشیدنی هایی که با شکر هستش که کوکاو تمام اون مدل بیگ سایز که همه داشتن میخوردن که مسئله اوبیسیتی رو به وجود آورده بود و گان. یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم همه اینا هست. حالا بعضی هاش فقط شما خود تو آزار میدی، چاق بشی خودتو آزار میدی، نمیدونم سیگار بکشی خودتو آزار بدی، اگه مشروب میخوری تو زمانی که تو خونه هستی خودتو آزار میدی، وقتی بری بیرون درایو بکنی. گان یک کمی برای اونه، با این که همین مسئله پروداکت پلیسمنت رو داره و دائم دارن روش کار میکنن که از توش پول بسازن که شما فرمودین، ولی اونو میبینیم که همون قدی که توی فیلم ها نشون میدن. وقتی داشتین شما میگفتین که NRA داره میره مدرسه این کار میکنه، میگفتم حالا غیر از اون تمام کارتون ها، شما کارتون که نگاه میکنین تمام انیمیشن مووی ها الان کشت و کشتار توش داره، تمام گیم هایی که تقریبا بچه ها از سن 7 سال 8 سال دارن بازی میکنن کشت و کشتارشه، فقط هم نیستش که با مشت دارن هم دیگر میزنن، خشونت رو به هر صورت توی این گیما داره وارد میکنه. و بعد چون گیما مثل ویرچوال ریالیتی شده، خود شما هم جزوش هستی، فقط این نیست که یه چیزی خارج از شما، شما هم جزو گیم هستی، پس این حسی رو که میکنی که داری میکشی اون کیف رو بهت میده، ولی خب توی گیم دوباره میزنی طرف بلند میشه، در حالی که تو حالت عادی فکر میکنی که تو هم هر کیم بکشی باز میخواد دوباره بلند میشه، فکر نمیکنی که دیگه مرد، برای اینکه اون تجربه از دست دادن رو نداری. و این پروداکت پلیسمنت که شما بهش اشاره کردید، ما همه کارم میکنیم تو برنامه‌مون دیگه، یکی فقط تفنگ اسباب بازی نیست، همین ویدیو گیم های خشن هم 22 سال ازشون میگیریم به همین دلیلی که شما میگید. دقیقاً. حالا صحبتی که شما کردیم خانم دکتر زینی که بچه ها واقعا وقتی بازی میکنن خب گیم رو میزنن میکشن بعدم طرف بلند میشه جاش، یعنی پس برای اونا این بازم حکم بازی داره، پس تو ریالیتی هم اگه میرن یه اثر رو برمیدارن مثلا خواهر کوچیکترشو میکشه فکر میکنه خواهر پا میشه جاش، ولی پا نمیشه. ببین کارتون اگه دقت کرده بودین قدیما کلاغا با هم دیگه میزدن، این مور گربه دنبال موشه میکرد، با این حال جدا بود از انسان، مثلا این بودش که حیوانات هم دیگه رو میکشتن، آره میمرد بعد دوباره فرداش دوباره همون چی میگن چی موشه و گربه بلند میشدن. تامنجریمون دیگه که اصلا همیشه براشون میزدن، خیلی وایلنت بود، اونم وایلنت خیلی وایلنت بود، ولی باز مثلا نگاه میکردی میدیدی که با اینی که وایلنس رو داره ولی جداست از تو، بعدش دیگه الان کارتونا شدن انسان بله. و خودشون جزء بشه، حالا دیگه جدا نیست، ریالیتی شو. ببینین دقیقاً بدترین به نظر من از تفنگ اسباب بازی بدتر هم که شما اشاره کردی همون ویدیو گیم هست. ویدیو گیمی که حالا به قول شما از حیوان اومده بیرون انسان شده، من تا قبلا فکر می‌کردم چی بود این فیلم که توی استوری بود بله از بالا نایستی بود که از بالا یه کسی سنگ می جور انداخت طرف افتاد و مرد و بعد میدم این فیلم مخصوص بچه ها بود. آخه مگه میشه شما فیلم بزنید واسه بچه توش کشت و کشتار باشه بعد هم بگیم به بچه خوب همه هم قشقش میخندن آخه؟ و این تنها راهمونه، چون همون که اشاره کردین چون بچه ها جزوی خودشون از اون حرکت هستن و بعد نه تنها جزو حرکت هستن بهشون جایزه میدن، این از همه بدتر. یعنی سکور میگیری، یعنی وقتی که میکشی سکور میگیری، هرچی بیشتر هم بکشی سکور بیشتر میگیری برنده میشی. یعنی تو این حرکت ما داریم نه تنها خشونت رواج میدیم، تشویق به خشونت به حد اعلاش. حالا برگردیم به مطلبی که چند روز پیش یا شاید اوردی شد یک هفته پیش در همین آمریکا اتفاق افتاد و این جوان متین نامی که در اورلندو رفت و دست به کاری زد. خب حالا جون شما این رو چی میبینید؟ و میدونم از اون روز من چون همون روز با شما تماس گرفتم، برای که هر وقت کشت و کشتاری هست که almost همه روز هست، من همیشه یاد خانم دکتر کیو میرم، چون فکر میکنم این همه دارن زحمت میکشن خدا مثل این که فرقی نمیکنه، همه دارن ادامه میدن. فرق کرده هم دوستان، شما فرمودین از 70% اومده 55، ولی خب اینقدر زیاده که یعنی فرم عوض میکنه، بله بعد عوض میشه. هم خدمت داشتم با زیاده شما افتادم اتفاقا باشون صحبت کردم و میخواستم همون موقع شما تشریف بیارین صحبت کنین، چون میگم این مسائل خب همون لحظه خیلی میتونه بیشتر جلب توجه بکنه و تو فکر مردم هست. البته این موضوع چون یه هفته بیشتر ازش نمیگذره خیلی هم مسئله حادی بوده، هنوز بیشتر اخبار تحت شعاع این داستان قرار گرفتن.
شما حالا راجع به این یه مقداری برامون بگین، چون میدونم از اون روز خیلی مسائل مختلفی رو در پیش اومده. همین اتفاقی که امروز داره میفته در رابطه با همون باز حرکتی، هر وقت یک اتفاق اینچنینی میفته، مس شوتینگ، اینو بهتون بگم باور نکردنی، ولی 188 تا هفته پیش که من چک میکردم 188 ما مس شوتینگ در امریکا داشتیم در 2015 2013 تا 2015، بعد 156 اسکول شوتینگ، نه این در یک سال، ببخشید این درست در یک سال 2015 188 مس شوتینگ. مس شوتینگ یعنی سه نفر یا بیشتر مورد اصابت بوله قرار بگیرن و بمیرن. 156 تا از 2013 تا 2015 156 اسکول شوتینگ داشتیم. آخه تو مدرسه بچه‌ها بایستی که احساس امنیت داشته باشن، احساس امنیت کنن، بسیار مهمه. ما چطوری میتونیم بچه‌هامون احساس امنیت کنن وقتی میرن، یا پدر مادرها که میرن نمیدونن بچه‌ت برمیگرده یا بر نمیگرده. حالا در رابطه اون صحبت شما، همون روز اتفاقا دوستا کار دیگه داشتم، 670 با هم صحبت کردن، دو تا رادیو تلویزیون آمریکایی، و اونجا این مسئله مطرح شد. من واقعا اعتقاد دارم این مسئله هم هیت کرایم بوده، هم در واقع تروریست، از نظر تروریستی مورد صحبت قرار گرفته، هر دوش بوده احتمالا. من همیشه میگم به نظر من فرق نمی کنه که اون موتیو، اون دلیلی که یک کسی اسلحه میگیره و خوشونت رو میدازه چیه. پیامد همه اینا مرگه، مرگ یا اینجوریه. من میگم 33,636 نفر در 2300 جونشون از دست دادن، 110,000 نفر مجروح شدن. یعنی فقط نیست که ما میگیم یکی مرده تموم شد. حالا وقتی یکی مرد یا تو نره، باز مسئله فقط یک نفر نیست، این یک نفر خب بله فامیلی داره، پدر فامیلی داره، اقلا اون یک نفر، اقلا 10 نفر یا تا 100 نفر رو تحت تاثیر قرار میده. حالا ازو بگذاریم، این مسئله هیت بوده اونطوری که میگن بیشتر تا چیز دیگه، مسئله LGBT بوده، ولی فرق نمی کنه. شما تا موقعی که مهمترین مسئله تو امریکا این که availability اسلحه، ایزی اکسس به و زیاد بودنشون، خب این که اصلا کارش هم جز چیز بوده، خواسته پلیس بشه، اصلا پلیس بشه، ولی کلا سکیوریتی بوده، سکیوریتی گارد بوده، برای سکیوریتی گارد اینا اسلحه دارن. بله، بله، خب اینا چک نمیشن از قبل کسی که مسائل مشکلات روانی هم داشته؟ خب آخه بینه، اولا همه فلوریدا یکی از بدترین قوانین اینا رو داره، یکی از بدترین، مثل تگزاس، فلوریدا، نه یکی از بدترین اسکور از نظر قوانین دارن. یکی از دلایلشون هم همینه که بیشتر این اتفاقا میفته. ولی ببینین، شما حتی قوانین رو ما تو کالیفرنیا داریم، ولی وقتی تو آریزونا راحت میتونین برین گانشو یا برین توی اینترنت بخرین، چقدر راه میتونین برین 10 تا بخرین بیارین اینجا. ما باید خودمون رو بکشیم که اینجا میگیم بابا یک قانون هست در کالیفرنیا که ما پاس کردیم الحمدلله، ولی هر روزم این قوانین عوض میشن. فکر نمی‌کنین که ما یه قانون گذرونیم تموم شد، اون گروه باز شروع می‌کنن باز مجادله کردن و جنگ کردن که برش گردونن. یعنی ما بازم هم گفتیم پروداکت‌های جدید دارن می‌فروشن، یعنی یه قسمتیشون که حالا یک دونه هفتیره، یک دونه فشنگه، این فشنگ هم یک جراحت به خصوصی میتونه به وجود بیاره، ولی تازگی یا کاری که دارن میکنن که واقعا میخوان مطمئن بشن که طرف مرده، اینه که فشنگ‌هایی دارن درست میکنن که این فشنگ‌ها مخصوصا تو زمان کامباشن کوچولو میشه و تمام بدن رو در بر میگیره. یعنی دیگه میک شور کنن که به خطا نرن. دقیقاً، یعنی این نیست که تلف نکنن. آره، مجروحت نمیخوان بکنن، میخوان بکشن. و بعد خنده داره وقتی که میگن نه اینا ساخت، این اون آدم‌ها رو نمیکشه. چرا اون پروداکت مدلی که داره ساخته میشه مخصوصا جوری داره ساخته میشه که هدفش اینه که بکشه، به هر چه سر با سرعت بکشه. و مقدار، مثلا وقتی ماشین گان میخواد که طرف تمام مثلا 300 تا یه دفعه فشنگ توش میذاره، به خاطر این منظوری که در آن واحد بتونه 300 نفر رو بکشه. حالا ممکنه همه اینها داره ساخته میشه اول برای میلیتری به خاطر هر دلایلی که اونها تصمیم میگیرن این کار رو بکنن، ولی بعد از اینی که خب کارشون تموم میشه یا مقدار جنگای خارجی کمتر میشه که حالا اونقدر نمیتونن اینا رو بفروشن، بالاخره وارد مثلا هر چیز دیگه هم الان آزاده، وارد دست آدم ها میشه. یکی از قوانینی که صحبتش داریم میبینیم بن اف سمای اتوماتیک رایفل و بپنه، سمای اتوماتیک بابا فقط برای جنگ، از اینترنت میخرن، نه اصلا برای جنگ بوده، ولی الان ما بنم نمیتونیم بکنیم. یعنی حتی موقعی که اتفاق خوب بودن اشاره که کلینتون وقتی که پرزیدنت شدن، آقای کلینتون برای 10 سال سمای اتوماتیک گانو بند کردن، ما خیلی خوشحال بودیم چون یه تغییرات کوچیکی بالاخره میده. آقای بوش تشریف آوردن، یک تمام 10 سال
از بین رفت. یعنی تمام این قوانین که ما داریم صحبتش هم میکنیم، من برای همین با پالیسی با تمامی که موافقم، پروژه‌ای که ما داریم وقتش نشد صحبت بشه اینجا، ما هولیستیک اپروچ داریم، یعنی با یک گونه کار کوچولو شروع نمیکنیم. نیست که فقط ما کارمون در اصل هست education and raising awareness، با آموزش و بالا بردن سطح آگاهی مردم هست. وقتی با بچه ها، هدف اصلیمون هم بچه ها هستن، چون فکر کنیم اونا هستن که رهبران آینده این جامعه هستن و اگه یاد بگیرن از خشونت دور بشن. ولی اعتقاد داریم که اگر بچه چیز یاد بدی، ولی برای محیط خانواده و یا مدرسه که هیچ کدوم اینا خبر از این صحبت های ما ندارن، they get lost. بنابراین چی کار کردیم؟ ما پریزنتیشن برای پدر مادر و برای معلمین PTA داریم، بعد برای بچه ها با زبان خودشون صحبت میکنیم، بعد ما یه بیلبوردای داریم هر سال قبل از کریسمس و ژانویه میذاریم که فقط گفته تویگان کیا، بعد میرن تو وبسایت ما میبینن که چرا، یاد میدیم که برای بچه هاشون به عنوان هدیه برای چه کریسمس چه تولد چه هرچی به هیچ وجه تفنگ اسباب بازی ویدیو گیم های خشن و چیزهای بدآموز هست برای بچه ها نگیرن. به بچه ها یاد میدیم، به پدر مادر یاد میدیم به بچه هاشون مخصوصا تو امریکا راجع به اسلحه و اسلحه اسباب بازی صحبت بکنن. اگر میخوان برن توی خونه های دوستشون حتما بپرسن که آیا شما تو خونه تون گان دارین و یا ندارین، اگه دارن خجالت نکشن، رو دواسی نکنن، نفرستن. با میدیا صحبت میکنیم، مثل شما که دارین کلی الان آگاهی میدین به مردم. بعد دیگه ما replacing violence with art داریم، از طریق آرت که ما این بیش از 30,000 گان تا حالا توی گان جمع کردیم و ویدیو گیم دادیم به هنرمندای مختلف. از تنها چیزی ازشون خواستیم که یک پیام ضد خشونت، ضد اسلحه و ضد جنگ داشته باشن و اینا همشون میدونیم بیش از 55 تا الان کار داریم که تو وبسایتمون خواهید دید. اینا به موزه های مختلف میرن، به ریچل میوزیوم بودن در سیتی حال ایرواین بودن، جاهای مختلف به نمایش گذاریم شه، اینا خودشون آموزش میدن. دیگه میگم یعنی یکی دوتا در پالیسی هم یکی از کارهای ماست که این چقدر فعالیت روش میکنیم. من خودم پالیسی رو به عنوان آخرین هدف خودم میدونم، چون فکر میکنم مثل همین صحبت هایی که امروز کردیم، پالیسی میاد ولی بعد یک گروه دیگه میاد، یک ریپابلیکن میاد میشه پرزیدنت، اصلا انگار نه انگار شما سالها زحمت کشید، دوره میره خط اول دوره از اول باز. حالا من یه سوالی از شما دارم، چون داریم به دقایق پایانی میرسیم و این سوال الان مدتی مغز منو به خودش مشغول کرده، چون میبینم مرتب به هر حال دارن راجع به گان کنترل اینا صحبت میکنن. سوال من اینی که اصلا اومدیم و حالا تصویب شد، حالا هم رسیدیم اون، این گانایی که الان شما بهش اشاره کردین تو دست مردمه و این آدما دارن، اون چی میشه؟ اونی که نمیتونیم بریم پس بگیریم. خب به هر حال خب that's what really my concern شما is. حرفتون خیلی درسته و همین حرفی که من با گروه هایی که طرفدار اسلحه میزنم میگم بابا شما 310 میلیونی که رجستر شده کار ندیم، شاید 400 میلیونه دستتونه، شما بیشتر از این میخواین؟ ما سر اینی که سوزی جون شما مثلا اول مسئله رو حل کنیم، ما یه قانون داریم تو کالیفرنیا میگیم درست رد شده تو کالیفرنیا هست که بیشتر از هر 10 روز یک بار شما نمیتونید یه گان بخرید. سر این ما داریم میجنگیم. آخه بیشتر از 10 تا در روز شما میخواین در آخه در ماه در ماه بباشید، میخواین چیکار کنین؟ سر این جریان که حالا پس شد 10 تا بیشتر در یک ماه نمیتونید بخرید. یکی در ماه بباشید، یک در ماه نمیتونید بخرید. و بعد اینا میجنگن میگن آخه شما اگه یک دونه در ماه بگیرید میشه 12 تا، شما این هم دارین. شما که در عرض سال چقدر میتونید باز بخرید؟ تازه میتونن یواشکی بخرن. ما این چیزای قانونی داریم بهتون میگیم. حالا شما میگین فکر 310 میلیون. من فقط منظورم این بود که بله. با اگر هم که اینا تصویب بشه، با توجه به تعداد اسلحه هایی که تو دست مردم هست، هنوز این مشکلات که کشت و کشتارهایی که در حال رخ دادن هست و آمشورم که بیشتر میشه که بعد کمتر نمیشه اتفاق داره میفته. من فکر میکنم متاسفم از این خبر پد، ولی یکی از کاری که شما دارین انجام میدین به نظر من خیلی خیلی مهمه و اونم دانشی رو که دارین میدین. برای اینکه حرف شما بسیار درسته که به هر صورت بگم پروداکت و اون چیزی که قرار وجود داشته باشه یه گروهی پشتش هستن که حتما میخوان اینا رو نشون بدن، کاری هم نمیتونه کرد، میخوان بفروشن. ولی همون قضیه که فرضاً ماها دیدیم که اگر شروع کردن راجع به سیگار صحبت کردن، امریکا مقدار استفاده از سیگارش اومد پایین، میدونین نسبت به اروپا و جاهای دیگه، و راجع به هر چیزی رو که شروع کردن صحبت کردن و ادوکیت کردن آدم‌ها، حداقل ممکنه که اون پروداکت بیرون باشه، وجود داشته باشه، ولی دانش اون شخص فضای رو به وجود آورد که تصمیم‌های دیگه ای راجبش بگیره. و الان مثلا ما داریم راجع به اکثریتی که ممکنه سالم باشن داریم صحبت می‌کنیم. خب بله، همیشه آدمایی که
کریمینال هستن یا موارد دیگه ای دارن یا اجنده های دیگه دارن ممکنه انجام بشه، ولی حداقل خیلی از اکسیدنت ها خیلی چیزای دیگه بتونه خودش رو آروم بکنه. اونقدر نریم به طرف ناامیدی، قسمت امیدی که میتونیم داشته باشیم که دیدیم هم کار کرده همین کاری که شما دارین انجام میدین. در نتیجه ممنونیم، خواهش میکنم، از شما هدف اصلی ما همین هست، چنج کالچر دارین، این فضا رو به وجود میارین، فرهنگ رو دارین تغییر میدین و این دانش رو میارین برای تمام دوستانی که دارن نگاه میکنن و این رو میتونیم پخش بکنن، این برنامه رو پخش بکنن به دوستانشون از طریق فیسبوک یا یوتیوب چنل بفرستن که بتونین حداقل یک مقدار یک دیدگاه دیگه راجع به این مسئله داشته باشین. برای حداقل هر کسی، مثل اینکه اگه شما برای پسرتون، من برای فامیلام، هر کسی که اطرافمون هست رو اینو بتونیم انجام بدیم، خودش یک کمکی تونستیم بکنیم. 100%. هر یک پدر مادرهای جوان که بچه دارن، خب یه زمانی بود که ما نمیدونستیم، مثل کشیدن سیگار نمیدونستیم ضرر داره. حالا که میدونیم خب نمیکنیم. بنابراین اینم حالا اگه ما زمانه یه موقعی نمیدونست وقتی بزنیم تو گوششون براشون ضرر داره، فکر میکردیم ادبشون داریم میکنیم، اصلا باید با هرچی سفتر با کمربند اینا رو زد بیشتر آدم مؤدب میشن، بچه های بهتری میشن. ولی نه، واقعا به هر حال اطلاع رسانی و سطح آموزش بالا بردن و آموزش بهترینه. بنابراین امید داریم که با برنامه هایی که ما خدمتتون میاریم یا کلن همه نوع برنامه های آموزنده بتونه کمکی باشه برای راهبرد کارها، این دیس کیس برای بزرگ کردن بچه هامون که اجتماع فردای ما رو تشکیل میدن. با تشکر از همه شما عزیزان، از خانم دکتر کیومهر، پوژان عزیزم، یک بار دیگه یک فرصتی بود که در خدمتتون باشیم. شما بیننده های عزیز خوب رو به خدای بزرگ میسپاریم. آخر هفته بعدی هم 4th جولای هست، روز استقلال آمریکا، که امیدوارم هر کاری که میکنید هر جایی که میرید خوش بگذره، سیف. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ممنونم از توجهتون به برنامه. روز شبتون خوش.